اون بزرگوار نوشته رفیقم خادم حضرت عباس علیه السلام گوش درد شدید، هر کار کردن نتیجه بردنش بغداد، دکترام همه مسیحی و گفتن جد جراحی کار دیگه نمیتونه بکنه و به احتمال زیادم خطر شدید داره، 99% احتمال خطر. بستگانم دیگران اینا مسیحی ممکن وارد نیست. گفت شب متوسل شدم به حضرت عباس علیه السلام، گفتم آزاده ابوالحسن من نوکرتم، چند سال جاروکشتم، یادم اومد تو این حال توسل یه مقدار از خاک قبر حضرت عباس رو پایین تعمید میکردن، با خودم همیشه تو جیبم برداشتم مقدار ریختم تو گوشم، خاک. دیدید که میگن دست کثیفم نزنید، با گوش با کنم جدیدن میگن نزنید، پرزا میمونه، پرده سما خود چه میکنه. خوابیدم با گریه، صبح پا شدم دیدم فضولات و چرک حرفا ریخته از گوشم بیرون و دردم ساکت. این اومد پرستار اومد دکتر اومدن بردن معاینه این ورور چی شده، گفتم زر خاک ریختم. دکتر مسیح گفت خاک ریختی تو گوشت؟ گفتم آره، این خاک عتبه عباسی است، تازه و کیفه به تربت الحسین علیه السلام. اون میرزا اسماعیل طائب میگه رفیقم خادم حضرت عباس علیه السلام گفت 3 روز اینا تو آزمایشگاه سر این آزمایش میکنن که این خاک چی داره توش. رو چهارم اومدن گفت گریه میکرد مسیحی، گفت فقط خاک و خون، هیچی دیگه در ترکیباتش نیست. اونقدر میگه مسیحی آمدن، چند تا جوانشون 2-3 تا دکتر مسلمان شدن، شیعه شدن، قوقایی شد. میرزا اسماعیل میگه به این رفیق خادمم گفتم لاغل میپرسیدی خاک کدوم قسمت از بدن حضرت عباس بود؟ این خون کدوم خون آقا آتش شده بود؟ خونای دستش بود، خونای فرقش بود، خون چشمش بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام.